خانم آقای شو به یه موضوع دیگه بپردازیم. امسال خیلی ها درباره فیلم آرگو صحبت میکنن که به نوعی به ایران هم مرتبطه، یعنی بخشی از تاریخ اون کشور رو نشون میده، حالا در چارچوب اون داستان خاصی که داره. آیا شما فیلم آرگو رو دیدین و اصولا چه نظری درباره اون دارید؟ من فیلم آرگو رو دیدم، خیلی فیلم آرگو رو دوست دارم. به احتمال زیاد امسال بهترین فیلم اسکار خواهد بود. در برش صحبت خواهم کرد، میگم که چرا به احتمال زیاد، چون رقبای خیلی سرسختی داره. فیلم خوشدستیه، فیلم خوشبازیه. الان آرکین و جان گودمن بازی های فوق‌العاده‌ای توش کردن و همینطور ایرانی هایی که در این فیلم بازی کردن. من تنها مشکلم با 5 دقیقه اول فیلمه. این تاریخ ایران که اینجوری سرهم بندی شده و من فکر می‌کنم که اینا بهتر عمل خواهند کرد، به خصوص اینکه میدونستم دوستای ایرانی دارن. بن افلک دوست صمیمیش سم افتخاری، یکی از فکر می‌کنم مدرسه یا از جوونی با هم دیگه دوست بودن. فکر می‌کنم ایشون شاید یه راهنماییی کرده باشه، ولی نه، متوجه شدم که اینها یه تیمی داشتن که به اصطلاح تاریخ ایرانو اینجوری 5 دقیقه‌ای سرهم کرده و بسیار غیر منصفانه. یعنی شما مثلا داره زمان شاهو نشون میده، عکس شاهو نشون میده، بعد بلافاصله یه پیرزنی که فقیری که کنار کوچه نشسته داره تو چادرش اینجوری داره میلرزه. خب چی بود؟ زمان شاه این بود. به قول حسین یه حرف قشنگی میزنه، میگه این طرز تفکر چپ آمریکاییه که اینجوری نگاه میکنه به قضايا. و خیلی هم جالبه، اول فیلمم خودش میگه که انتقادیه فیلم در واقع، نه به اندازه 3 دقیقه بعد از نیمه شب، ولی در خودش فیلم بسیار انتقادیه، به انتقاد میکشه سیاست دولت آمریکا رو. همون اول هم میگه، یکیشون میگه که اینا چرا دارن به ما حمله میکنن، اون یکی میگه که what do you expect we ما نمیتونیم افورد بگیم اینجا. نه احتمالا نه دیگه، نه. آره. ما پدر این ملت رو در آوردیم. آره. میگه رسمن، میگه we f this nation، ما پدر این ملت رو در آوردیم. بنابراین و فیلم خیلی هم خوبیه، آمپول ویتامین بی سینمای آمریکاست امروز. برای اینکه وقتی آمریکایی این فیلم رو میبینه متوجه میشه که خیلی خوب، اگه تو 30 سال گذشته این همه اشتباه کردیم، حداقل 8 نفر نجات دادیم. من به شخص فیلم رو خیلی دوست دارم، ولی در کنار لینکلن مطمئن نیستم که بتونه کار کنه. خانم آقاشو، سال گذشته فیلم جدایی برنده جایزه اسکار شد، نماینده سینما ایران بود و افتخار بزرگ نصیب سینمای اون کشور کرد. اما ظاهرا اونجور که در خبرها اومده، سینما ایران یا به هر حال مسئولین سینما ایران اسکار رو تحریم کردن و گفتن که به دلایل خاصی که دارن، انتقادهایی که به هالیوود و به آکادمی اسکار، اونها فیلمی رو به اسکار نمیفرستن. شما عضو رسمی آکادمی هستید، چه پاسخی در این زمینه دارید و اصولا این موضوع چه باستابی داشته؟ آیا اصلا مهمه که ایران اسکار رو تحریم کنه؟ شاید بهترین نحوی که بتونم این سوال رو پاسخ بدم اینه که فکر کنین ریاست جمهوری، کاخ سفید، من و شما دعوت کرده بریم در کنار سران جهان، بعد ما میگیم ما نمیه. خب تشریف نیارید. نه، باستابی نداشته، نه، مهم نبوده، نه، این برای سینمای ایران مهمه که میتونه برای خودش یه جایی پیدا بکنه. هر فیلم ایرانی که به آمریکا میرسه و به خصوص به این مراحل، یعنی به اسکار میرسه، فروش فوق‌العاده‌ای داره، طرفداران زیادی داره، در جهان دیده میشه. بنابراین این سینمای ایرانی که باید خودش رو بکشه بیاد اسکار، فرقی نمیکنه برای اسکار. نه، بسیار عالی. شما امروز برنامه‌تون چیه؟ در اسکار شرکت می‌کنید یا تماشا می‌کنید مراسم؟ نه، متأسفانه باید برگردم پورتلند امروز. من در پورتلند در یک سریال تلویزیونی گریم که بر اساس قصه‌های افسانه‌ای برادران گریم ساخته میشه شرکت کردم و چند ماهی گرفتار خواهم بود. خیلی هم سعی کردم که می‌دونید من همیشه از سریال تلویزیونی در میرم، می‌ترسم چون دلم می‌خواد سفر کنم، ولی فعلا چند تا اپیزودش رو قبول کردم تا می که فیلم سینمایی بعدیم شروع میشه. براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم وقتی برگشتیم بتونیم در یه زمانی راجع به همین سریال و بقیه کارهایی که دارین انجام میدین گفتگوی بیشتری با کمال میل. تشکر میکنم. خیلی ممنون. مرسی از شما.